در حینی که به مطالعهمون درباره محبت خدا ادامه میدیم در جلسه قبل به محبت حاکم خدا در گزینش افراد برای نجات نگاه کردیم و هر بار که با این سوال درباره گزینش فدیه شدگان و عبور از سایرین درگیر میشیم درباره محدودیت های محبت خدا سوال میپرسیم در واقع وقتی باب نه رومیان رو بررسی میکنیم اشاراتی به نفرت خدا میبینیم نه نفرت انسان نسبت به خدا بلکه نفرت خدا نسبت به انسان ها و این برای ما تکان دهنده است چون ما عادت کردیم این طور فکر کنیم که خدا نمیتونه نسبت به مخلوقات خودش احساس تنفر داشته باشه بیایید به این متن خیلی دشوار در رومیان باب نو نگاهی بندازیم جایی که ایده نفرت خدا رو میبینیم از رومیان ۹ آیه شروع میکنیم جایی که پولس میگه و لاکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم تمام فرزند هستند بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب میشوند زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود حالا اینجا به آموزه برگزیدگی میرسیم پولس میگه و نه این فقط بلکه رفقه نیز چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوت کننده به دو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود چنانکه مکتوب است یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن و حالا پولس سوالی رو مطرح میکنه که انتظار داره واکنش خوانندگانش باشه پس چه گوییم آیا نزد خدا بی‌انصافی است هاشا زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم اینجا حاکمیت مطلق فیض خداست و رعفت خواهم نمود بر هر که رعفت نمایم لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است بلکه از خدای رحم کننده و در آیه 18 میگه بنابراین هر که را میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد. حالا در حالی که با این آموزه روبرو هستیم دشوارترین اعلام رو پیش رو داریم یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن حالا البته وقتی پولس از این زبان استفاده میکنه قبلش این مقدمه رو میاره چنان که مکتوب است چون چیزی که در رومیان نه درباره نفرت خدا از عیسو می نویسه یک نقل قول مستقیم از اولین باب از کتاب ملاکی در عهد قدیم هست اونجا در باب اول ما برای اولین بار آیاتی رو درباره نفرت خدا از انسان می بینیم دارم حافظتون رو تازه می کنم در باب اول جایی که می خونیم وحی کلام خداوند درباره اسرائیل به واسطه ملاکی خداوند میگوید که شما را دوست داشتم اما شما میگویید چگونه ما را دوست داشته ای آیا ایسو برادر یعقوب نبود و خداوند میگوید که یعقوب را دوست داشتم و از ایسو نفرت نمودم حالا چطور باید این رو درک کنیم راهای زیادی برای نزدیک شدن به این متن سخت هست و مفسرین مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به این متن داشتند روش معیار برای تفسیر این متن سخت اینه که این کلمات رو که در ابتدا توسط ملاکی بیان شده و بعد پولس رسول اونو در رومیان تکرار کرده به عنوان یک شیوه سخنوری ببینیم یه جور اصطلاح عبری یه جور بیان اصطلاحی که نباید معنای مستقیم کلمه رو برداشت کنیم بلکه به سادگی ایده نوعی ترجیح رو داره بیان میکنه و برای تفسیر کلماتی از این دست در این نوشیوه صحبت یک پیش زمینه و سابقه کتاب مقدسی وجود داره که اگر میخواستیم این طور کنیم باید میگفتیم که خدا داره اعلام میکنه که یعقوب رو بر ایسو ترجیح داده یا اینکه محبت خدا به یعقوب عظیمتر از محبتش به عیسو هست یعنی خدا هر دوشون رو دوست داره اما یکیشون رو بیشتر از اون یکی دوست داره و برای اینکه این ترجیح و شدت محبتی که نسبت به یعقوب در مقایسه با عیسو داره رو ابراز کنه در مقام مقایسه محبت عظیمتری که خدا نسبت به یعقوب داره باعث میشه محبتی که نسبت به ایسو داره نفرت به نظر برسه دوباره میگم که پایه و بنیانی تاریخی برای این در عهد قدیم وجود داره بیایید به کتاب پیدایش بریم و اونجا بهش نگاهی بندازیم در باب 29 از کتاب پیدایش داستان رابطه ی یعقوب با دو همسرش راهیل و لیه رو داریم یادتونه که چطور از پدرزنش گول خورد وقتی با لابان توافق کرد که به مدت هفت سال اونو خدمت کنه و سمر این بردگی این باشه که لابان دخترش راحیل رو به ازدواج با او در بیاره بعد وقتی خدمت هفت سالش تموم شد و چون در این بین دختر بزرگتر لابان هنوز ازدواج نکرده بود لابان در قرارشون کلک میزنه و لیه رو به جای راحیل به یعقوب غالب میکنه و میگه اگر راهیل رو میخوای باید اول بالیه ازدواج کنی و بعد هفت سال دیگه کار کنی تا راهیل رو به دست بیاری خب یعقوب اونقدر به راهیل متحده که این شرط رو قبول میکنه تا بتونه دست راهیل رو در ازدواج در دست بگیره و حالا ما این خانواده رو میبینیم که اینطور ساخته شده و در پیدایش باب 29 آیه ۳۱ این طور میخونیم و چون خداوند دید که لیه مکروه است دقت کنید توصیفی که اینجا درباره رابطه یعقوب با لیه که همسر اولشه میبینیم اینه که لیه محبوب نیست رحم او را گشود ولی راهی نازا ماند و لیه حامله شده پسری بزاد و او را روبین نام نهاد زیرا گفت خداوند مصیبت مرا دیده است الان شوهرم مرا دوست خواهد داشت و بار دیگر حامله شده پسری زایید و گفت چون که خداوند شنید که من مکروه هستم این را نیز به من بخشید پس او را شمعون نامید و باز آبستن شده پسری زایید و گفت اکنون این مرتبه شوهرم با من خواهد پیوست زیرا که برایش سه پسر زاییدم پس در هر کدوم از این بارداری ها امید لیه اینه که حالا دیگه یعقوب اون رو دوست خواهد داشت چون ظاهرا حداقل اونجور که لیه احساس میکنه و مطابق اونچه که کلام خدا میگه یعنی اونطور که خدا میبینه لیه محبوب نبود اما اگر فقط به یک آیه قبلتر برگردیم یعنی آیه 28 بیایید با هم بخونیمش پس یعقوب چنین کرد و هفته او را تمام کرد و دختر خود راهی را به زنی به دودات و لابان کنیز خود را به دختر خود راهیل به کنیزی داد و به راهیل نیز درآمد و اون اعلان اینجاست و او را از لیه بیشتر دوست داشتی دقت کنید که نمیگه راهیل رو دوست دارم اما لیه رو دوست ندارم یا او راهیل را دوست داشت از لیه متنفر بود تنها چیزی که در آیه بیسونو میگه اینه که یعقوب راهیل رو بیشتر از لیه دوست داشت اینکه یک ترجیح وجود داشت یک بود عظیمتر از محبت که او نسبت به یکی از همسرانش در مقابل دیگری احساس می کرد اما در مقام مقایسه لیه چه احساسی کرد؟ اینکه کاملا نامحبوبه و وقتی میگه حالا که این سه پسر رو براش به دنیا آوردم شاید منو دوست داشته باشه در واقع چیزی که داره میگه اینه که شاید منو هم به اندازه‌ای که خواهرم راهیلو دوست داره دوست داشته باشه پس اینجا این تفکر ابرانی رو می‌بینیم که ای از محبت هست که اونجا یک نفر بالاتر از دیگریه و در مقابل هم اون کسی که کمتر مورد محبت نامحبوب یا متضاد محبوب یعنی منفور محسوب میشه. و اگر این موضوع در این متن واضح نیست، بیایید به عهد جدید بریم. تا شاید مشهورترین نمونه‌ای از این زبان که در عهد جدید میتونیم پیدا کنیم رو ببینیم این نمونه رو در انجیل لوقا باب 14 در صحبت‌های عیسی پیدا می‌کنیم جایی که در لوقا باب 14 آیه 25 اینطور طور می‌خونیم که و هنگامی که جمعی کثیر همراه او می‌رفتند روی گردانیده بدیشان گفت اگر کسی نزد من آید و پدر مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد شاگرد من نمیتواند بود و هرکه که صلیب خود را بر ندارد و از عقب من نیاید نمیتواند شاگرد من گردد زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اول ننشیند تا برآورد خرج آن را بکند و بعد ادامه میده و از تصاویر دیگه ای استفاده میکنه درباره اینکه چطور یک شخص حکیم قبل از اینکه متحد به چیزی بشه ابتدا عواقب و بهای اون رو باید در نظر بگیره و عیسی به اون مردمی که میخوان همراه اون بشن و او را دنبال کنند و بشینن و همه برکاتش رو دریافت کنند وقتی مریضان و نابینایان و ناشنوایان رو شفا میده و غیره میگه یه دقیقه صبر کنید اگه میخواهید شاگرد من باشید یه برچسب قیمت بهش چسبیده بهای گذافی داره قبل از اینکه از من پیروی کنید صبر کنید و بهاش رو در نظر بگیرید چون اگر آماده نیستید که از پدر مادر خودتون متنفر باشید که از فرزندانتون متنفر باشید که از جان خودتون متنفر باشید نمیتونید شاگرد من باشید پس عیسی به هم اسران خودش شرط لازم برای شاگردی رو نفرت از خانواده خود شخص بیان میکنه حالا این است کسی که شریعت خدا رو در تمام طول زندگیش به طور کامل نگه داشته و واضحا فرمان پنجم رو فهمیده بود که میگه به پدر و مادر خودت احترام بذار و اینکه همسایتون رو به اندازه خودتون محبت کنید هیچ کس به اندازه عیسی بود محبتی که شریعت خدا لازم میدونه رو درک نمیکنه. آیا واقعا منظور عیسی اینه که اگر میخوای به گروه شاگردان من به پیوندی باید از دشمنی خصومت و نفرت نسبت به والدینت پر باشی؟ باید از فرزندانت متنفر باشی؟ نه دوباره میگم اون داره از اصطلاح عبری ترجیح استفاده میکنه ایسا میگه اگر میخواید شاگرد من بشید من چنان تعهد سرسپردگی و محبتی از شما میخوام که در مقام مقایسه در واقع از والدینتون خانوادتون فرزندانتون و جانتون متنفر باشید در مقام مقایسه خب فکر میکنم ما وقتی این متن رو میخونیم به طور طبیعی اینو درک میکنیم تا حالا نشده کسی بیاد پیش من و بگه چرا عیسی که در واقع محبت مجسم خداست به مردم میگه از والدین و فرزندانشون متنفر باشند پس وقتی این متن رو میخونیم واضحا درک میکنیم که این منظور عیسی نیست منظور عیسی برتری محبتی بود که باید نسبت به عیسی داشته باشیم که بالاتر از هر چیزی در این دنیاست که شامل کسانی هم میشه که روی زمین از همه بیشتر دوستشون داریم خب حالا که به بعضی از این نمونه ها در کتاب مقدس نگاه کردیم میتونیم به سادگی به نتیجه گیری برسیم و بگیم پس نباید واقعا هیچ وقت نگران این باشیم که خدا نسبت به مردم نفرت داشته باشه یا هر چیزی مثل این چون ما مایلیم فکر کنیم که نفرت به طور قطع با خدا جور در نمیاد و یکی از چیزهایی که کلام خدا بارها و بارها روش تاکید میکنه اینه که زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم محبت خدا نسبت به ما اونقدر عظیم بود که حتی اون زمان در حالی که ما در بیگانگی نسبت به خدا بودیم محبتش بر دشمنی ما غلبه کرد بنابراین نباید هیچ دشمنی در خدا باشه ولی فکر می‌کنم قافلگیر بشید اگر بهتون بگم که کتاب مقدس به همون اندازه که از محبت خدا صحبت می‌کنه درباره نفرت او هم صحبت می‌کنه و فکر نمی‌کنم فقط دیدن این بیانات به عنوان اصطلاحات عبری یا اصطلاحی برای ترجیح این سوالو به طور کامل جواب بده چون در نگرش خدا نسبت به گناهکاران بودی وجود داره که منعکس کننده نوعی ویژگی انزجار و نفرت شدیده که خدا نسبت به نسل سرکش بشر داره وقتی خدا نسبت به اسرائیل خشمین میشه از زبان انبیا میگه من از عیدهای شما کراهت دارم و از محفلهای مقدس شما متنفرم حالم و بد میکنه قربانی‌هایی که در ریاکاریشون تقدیم می‌کنید بوی زننده‌ای به مشام من می‌رسونن این لحن سنگینیه که نشوندنده غضب خدا نسبت به ریاکاری قومشه اگه میشه بیایید یه لحظه برگردیم به عهد قدیم به مزامیر و مزمور پنجم از آیه اول رو نگاه کنیم جایی که دعوت به توجه میکنه و با این عبارات شروع میشه ای خداوند به سخنان من گوش بده در تفکر من تعمل فرما اینجا مزمور نویس داره نزد خدا دعا میکنه ای پادشاه و خدای من به آواز فریادم توجه کن زیرا که نزد تو دعا میکنم ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید بامدادان با دعای خود را نزد تو آراسته میکنم و انتظار میکشم حالا گوش بدید که چطور مزمورنویس تحت الهام روح القدس شخصیت خدا را توصیف میکنه تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد شکایت حبقوق را به یاد داریم وقتی که خدا دا شرارت مجازات نشده و لجام گسیخته در سرزمین رو تحمل می کرد و حبقوق نمیتونست تونست اینو درک کنه پس گفت خدایا تو پاکتر از این هستی که حتی به بدی نگاه کنی این همون احساسیه که مزمور نویس داره توصیف میکنه و میگه متکبران در نظر تو نخواهند ایستاد از همه بتالت کنندگان نفرت می‌کنی دروغگویان را حلاک خواهی ساخت خداوند شخص خونی و هیلگر را مکروه می‌دارد دارد دوبار در این قسمت از مزمور مزمور نویس از نفرت خدا نسبت به شریران صحبت می‌کنه تو از بتالت کنندگان نفرت داری و بعد میگه تو شخص خونی و هیلگر را مکروه میداری اینطور نیست که خدا از افراد خونریز یا دروغگو یا متقلب و هیلگر یک مقدار ناراحت باشه بلکه خدا ازشون بیزاره این خیلی شدیده و فکر میکنم باید این رو جدی بگیریم حالا ما همیشه این جمله کلیشه ای رو میگیم که خدا از گناه متنفره اما گناهکاران رو دوست داره این بیمعنیه خدا گناه رو به جهنم نمیفرسته بلکه گناهکاران رو به جهنم میفرسته چون او از گناهکاران ناتوبه کار که مورد غضب او قرار میگیرند نفرت داره و دلیل اینکه ما با این تفاوت درگیریم به این خاطره که از یه طرف کتاب مقدس درباره بود فوق العاده محبت خدا صحبت میکنه که زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم او ما رو محبت کرد با این حال از طرف دیگه درباره نفرت او از ما صحبت میکنه اینکه ما در نگاه او منفور هستیم و به خاطر شرارتمون حتی نمیتونه تحمل کنه که به ما نگاه کنه ها و آقایون چیزی که این بالاتر از هر چیز دیگه ای داره میگه اینه که مرزی برای محبت خدا هست و ما نمیتونیم محبت یا نگرش خدا نسبت به خلقت سقوط کرده شو به عنوان نگرشی که منحصرا از محبت نشد میگیره درک کنیم چون کتاب مقدس ستایش عظمت متعالی محبت خدا رو با این خوشدارهای محدودیت محبت او مخلوط می‌کنه اینطور که در طرف دیگه محبت او غضب الهی و نفرت الهیه میدونم چیزی که دارم اینجا میگم مخالف پیغامیه که هر روزه در فرهنگ و کشور ما موعظه میشه مفهومی وجود داره که من همیشه از واعظین میشنوم و هرگز در کلام خدا پیدا نکردم اون مفهوم اینه محبت بی قید و شرط خدا در جلسه بعد میخوام اینو با جزئیات بیشتری بررسی کنم اما فعلا فقط میخوام اینو بگم اول میخوام یه سال بپرسم این تفکر از کجا اومده که محبت خدا بی غیر و شرطه و این مفهوم چه چیزی رو منتقل میکنه فرض کنیم که دارم برای غیر ایمانداران موعظه میکنم و بهشون میگم خدا شما رو بی قید و شرط دوست داره میدونید توی دانشگاه الایات بهمون میگم وقتی موعظه میکنید یه موعظه نیست بلکه سه موعظه رو موعظه میکنید یه موعظه هست که مردم میشنوند یه موعظه هم هست که شما فکر میکنید موعظه کردید و بعد یه موعظه هم هست که واقعا موعظه شده و اینها یکسان نیستن پس باید اینو متوجه بشیم و من از خودم میپرسم که وقتی یه شخص ناتو به کار که هنوز ایمان نیاورده به یه موعظه گوش میده و این حرف رو میشنوه که خدا شما رو بی‌قید و شرط دوست داره. چی میشنوه؟ بذارید بگم چی میشنوه. این طور میشنوه. خب خدا منو همونطور که هستم دوست داره. مجبور نیستم به خاطر گناهانم توبه کنم. به نجات دهنده هم نیازی ندارم. لازم نیست نگران باشم که به جهنم میرم چون خدایی که همه رو بی‌قید و شرط دوست داره هیچ کس رو به جهنم نمیفرسته پس میتونم به زندگی جهنمی خودم همونطور که هستم ادامه بدم و دیگه نگران آزردن خدا نباشم چون او آزرده نمیشه چون محبت او اینقدر بی غیر و شرطه من نمیتونم به انتقال پیغامی خطرناکتر از این به مردم فکر کنم که بخوایم بیستیم و محبت بی غیر و شرط خدا رو اعلام کنیم حالا واضحه که انگیزه اینه که واعظی که فیض خدا رو تجربه کرده محبت فدیه دنده خدا رو تجربه کرده اونقدر تحت تاثیر این فدیه دندگی خدا قرار گرفته که میخواد اونو با قوی‌ترین اصطلاحات ابرازش کنه پس میگه محبت خدا اونقدر شگفت انگیزه اونقدر قدرتمنده اونقدر متعالیه که حتی می‌تونیم بگیم بی و شرطه اما این کارو نکنید چون پیغام اشتباهی رو منتقل می‌کنید خدا شرطی مطلق برای نجات هر کس قرار داده شخص باید مسیح رو با ایمان بپذیره و تنها و تنها به او اطمینان کنه وگرنه شخص تا ابد تنها با غضب خدا روبرو رو خواهد بود حالا محبتی هست که از جانب خدا میاد و همه انسانها رو در بر میگیره که این متفاوت از محبت نجات بخش خداست و این محبتیه که در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد